سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز، مخاطبین محترم مؤسسه فاضل. فرصتی مجدد ایجاد شد با هدف ارائه تطبیق سوالات درس آیین دادرسی کیفری در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه. تطبیق با چی؟ تطبیق با مجموع تولیدات علمی و آموزشی مؤسسه بجز کلاس، اون کلاس آموزشیه، بجز کلاس. در واقع تطبیق با آزمون‌های آزمایشی، تطبیق با کارگاه حل تست، همون دوره نکته و تست، تطبیق با کتاب شرح درس که بهش میگیم کتاب سبز و کتاب‌های تست مربوط به مؤسسه فاضل. ما میخوایم تطبیق بدیم، اما هدف اولیه‌مون این هستش که سوالات رو تحلیل کنیم براتون، که در واقع متوجه بشید که سطح سوالات چه نحوه قطعا براتون مفیده. برای آزمون پیشرو، یعنی آزمون وکالت اسکودا، هم قطعا این تحلیل براتون مفید خواهد بود. و هدف دوم از این کلاس این هستش که به هر حال با تطبیق‌ها آشنا بشید و متوجه بشید که مؤسسه فاضل اون تولیدات آموزشیش در سال 1400 به چه میزان توانست مؤثر و مفید واقع بشه در جهت آزمون مرکز وکلا در درس آیین دادرسی کیفری که بحث الان ماست. خب من از سوال 81 شروع میکنم. سوال میگه مقام رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو خصوصی موافقت میکنه، مرجع قضایی چه قراری صادر میکنه؟ هرچند که سوالش اجمال داره، اما شما باید بدونید که عفو خصوصی برای محکومان هستش، یعنی در واقع حکم محکومیتشون قطعی شده. برای اینها هست که میشه عفو خصوصی یا عفو رهبری رو مورد اعمال قرار داد. خب اگه چنین عفوی فرمانش صادر شد، طبیعتاً قراری که صادر میشه موقوفی اجراست. چرا؟ چون محکومن، اینا در مرحله اجرا هستن، پس موقوفی اجرا براشون میتونه که صادر بشه. خب حالا تطبیق با صفحه 14 کتاب درسنامه، کتاب سبزی هستش، تفاوت‌های عفو عمومی و عفو خصوصی رو میگه که حالا در دو بند اشاره کرده. من چون این دو بند غیر مرتبط هست، اما مفیده، دانستنش برای شما مفیده. ولی خب من از این دو بند میگذرم، به قسمت بعدی میرسم. بند 3 و بند 4 هم جزء مقایسه عفو عمومی و عفو خصوصیش. به اینجا دقت کن، میگه عفو خصوصی فقط بعد از صدور حکم قطعی هستش که قابل اعماله و موجب موقوفی اجرای حکم میشه، در واقع شامل محکومان میشه، در حالی که عفو عمومی هم شامل متهمان هم شامل محکومان میشه. خب این در واقع این نکته به طور خاص در کتاب سبز که حالا ویرایش این کتاب، ویرایش نهایی این کتاب بر عهده من بودش، واقعا کتاب مختصر ولی بسیار مفید و کارساز هستش. این کتاب سبز، این شرح درس آیین دادرسی کیفری، که خب این یه تطبیق. سوال 42 و 43 مرجع سوالات آیین دادرسی کیفری، در واقع کتاب تست مؤسسه، میگه در کدام مورد قرار موقوفی تعقیب صادر میشه؟ خب عفو عمومی موقوفی تعقیب. من نمیخوام بقیه گزینه ها رو تحلیل کنم، چون اینجا کلاس نکته و تست نیست. من میخوام تطبیق بدم. در این سوال اشاره شده که عفو موجب موقوفیه، دانشجو میدونه که عفو موجب موقوفیه، حالا عفو خصوصی موجب موقوفی اجراست. سال 43، کدام یک از عفوهای زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است؟ موقوفی تعقیب است. یه گزینه میگه عفو خصوصی، یه گزینه میگه نه آقا عفو عمومی. بله عفو عمومی.
حالا میگه علت این که عفو خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نیست اینه که عفو خصوصی صرفا بعد از صدور حکم قطعیه و نتیجهش هم مشخصه. عفو خصوصی واسه محکومانه، فلذا قراری که صادر میشه موقوفی اجرا میتونه باشه نه موقوفی تعقیب. این هم تطبیق بعدی. سال 85، 109 و 116. البته ما سلکت کردیم و 116 رو اینجا مورد اشاره قرار دادیم. کدام یک از موارد ذیل موجب قرار موقوفی تعقیب نیست؟ گزینه 3. گزینه 3 موقوفی اجرا بهش میدن. خب اینم خیلی شباهت خیلی کامل داره. خیلی میتونست به دانشوی ما کمک کنه و کرد. خب سوال 82 میگه اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی به ترتیب با کدام یک از اشخاص زیره؟ این سوال نگارشش نگارش قشنگی نبود. در واقع مفهومش اینه که آقا اقامه دعوا از جهت حیثیت خصوصی با کیه و سپس تعقیبش از جهت حیثیت خصوصی با کیه، که خب مشخص است که اقامه دعوا با شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیبش با دادستانه. تعقیب با دادستانه دیگه. پس این سوال گزینه 1 گزینه درست بود. سوال ساده ای هم بود، سوال پیچیده ای نبود. حالا صفحه 6 کتاب درسنامه، طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری اگر جرم دارای حیثیت خصوصی باشد درخواست تعقیب متهم با شاکی یا مدعی خصوصی است. ببین درخواست تعقیبش با شاکیه، درخواستش. اما خود تعقیب بر عهده دادستان است. اصلا دادستان مقام تعقیب است. خب سوال 29-31، الان 29 رو میگم. تعقیب متهم از جهت جنبه خصوصی چیه؟ میگه تعقیب متهم از جهت جنبه خصوصی بعد از شکایت شاکی با مرجع قضاییه. ببین تعقیبش با مرجع قضاییه که اصولا همون دادستان. گزینه 3 سوال 3 با توجه به قانون هندسه کیفری در خصوص حیثیت خصوصی جرم کدام یک از موارد ذیل بر عهده شاکی یا مدعی خصوصیه؟ دوستان عزیز تعقیبش بر عهدهش نیست، اون چیزی که بر عهده شاکیه درخواست تعقیبه، نه تعقیب. خود تعقیب بر عهده دادستانه. این سوال میبینید که شباهت کامل و 100% داره. گزینه 2 تعقیب متهم، به این پاسخنامه چی میگه؟ میگه تعقیب متهم در هر حال بر عهده دادستان به عنوان نماینده جامعه است. تعقیب بر عهده دادستانه. خب سال 83 ماموران کدام یک از مراجع زیر ضابط نظامی هست؟ شما دقت داشته باش که ما یه ضابط عام داریم، یه ضابط خاص داریم و یه ضابط نظامی داریم. ضابط عام همون نیروی انتظامیه، البته اون بدنه به اصطلاح کادر، نیروهای وظیفه نه، اون نیروی کادر، از فرماندهان بگیر تا درجه داران و افسران، به شرطی که آموزش‌های لازم رو دیده باشن و کارت مخصوص رو داشته باشن. به اونها میگیم ضابطان عام، یعنی در تمام جرایم ضابط محسوب میشن. اما یک سری ضابطهایی داریم که خاصن و به موجب قوانین خاص در جرایم خاص ضابط محسوب شده اند. از جمله ماموران وزارت اطلاعات در برخی جرایم، یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اونم در برخی جرایم، یا مثلا نیروی بسیج در جرایم مشهود اونم یک سری شرایطی داره و الی آخر. اما یک دسته دیگه از ضابطان هستن، بهشون میگن ضابطان نظامی، که مربوط به دستگاه‌های نظامی، از جمله دژبان‌ها، بازرسی‌ها،
و حفاظت و اطلاعات دستگاه های نظامی. دقت داشته باشید، حفاظت و اطلاعات دستگاه های نظامی جزء ضابطان نظامی محسوب میشه، اما وزارت اطلاعات نسبت به جرایمی که حالا انشالله خواهم گفت ضابط خاص محسوب میشه. با این توضیحات میگه کدام یک از موارد زیر ضابط نظامی محسوب میشه؟ خب با توضیحاتی که خدمتتون دوستان عزیز من گفتم، سازمان اطلاعات سپاه در مورد مبارزه با عواملی که در صدد نفی حاکمه، این ضابط خاصه. وزارت اطلاعات در جرایم سازمان یافته ضد امنیتی، اینم ضابط خاصه. حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در پرونده های فساد مالی کلان، که من نمیدونم آیا این عین گزینه بوده که در آزمون مورد سوال قرار گرفته. اگر اینطوری بوده محل اشکاله، ولی این هم ضابط خاصه. اون چیزی که ضابط نظامی هست گزینه 4، حفاظت اطلاعات وزارت دفاع. وزارت دفاع، ببینید وزارت دفاع دوستان عزیز، در کل ما سازمان‌های نظامیمون، خب ارتش، سپاه، وزارت دفاع و حالا سایر سازمان‌های وابسته، اینها اعضاشون در فلواقع نظامی محسوب میشن و باید بدونید که حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در چارچوب وظایف قانونی خودش ضابط نظامی محسوب میشه. اما دوستان عزیز، خود وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه، اینها ضابط خاص هستند. پس گزینه 4 درست بود. خب صفحه 38 کتاب درسنامه انواع ضابطان رو میگه، ضابط عام، ضابط خاص. خب ضابط خاص رو اینجا اشاره کرده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اینها ضابط خاصن. خب این در کتاب اشاره شد. سوال 155-161 مرجع سوالات میگه که کدام یک از افراد زیر ضابط خاص دادگستری محسوب نمیشن، ضابط خاص نیستن. گزینه 4 مد نظر بوده که میگه ماموران بسیج در جرایم غیر مشروط. بله، به این دلیل این گزینه مد نظر بوده، چون میدونیم ماموران بسیج ضابط خاص هستند. درسته ضابط خاص هستند، اما در جرایم مشهود هستش که ضابط خاص محسوب میشن. همون هم شرایطی داره. خب اما دوستان عزیز، سایر گزینه ها، گزینه 1، گزینه 2 و همچنین گزینه 3، اینها هر سه گزینه ضابط خاصن. دقت داشته باشید، بسیج هم ضابط خاص هست، ولی در جرایم مشهود، نه غیر مشهود. در کدام یک از گزینه های زیر مامورین وزارت اطلاعات ضابط محسوب میشن؟ دوستان عزیز، واقعیت اینه که ما یه قانونی داشتیم به نام قانون برنامه پنجم توسعه. به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، اونم ماده 205، بله بند ب ماده 205، وزارت اطلاعات در چهارچوب این قانون ضابط محسوب شده. ولی از نظر این قانون، وزارت اطلاعات دوستان عزیز در خصوص موارد مفاسد اقتصادی، جرایم سازمان یافته ضد امنیتی و همچنین موارد تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی، فقط در این چهارچوب، نه هر چیزی، ضابط محسوب میشن، که در واقع میشه گزینه 4. خب منطبق با سوال 205 و سوال 211 مرجع سوالات میگه در قاچاق ارز آیا وزارت اطلاعات میتونه ضابط باشه؟ آیا ماموران گمرک ضابط هستن؟ آیا بانک مرکزی ضابط هست؟ آیا نیروی انتظامی و بانک مرکزی ضابط هست؟ این در واقع دوستان عزیز، پا
پاسخ این سوال بر اساس ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزه که به استناد این ماده 39 گزینه 3 گزینه درست میتونه محسوب بشه. ماموران وزارت اطلاعات در این جرایم ضابط محسوب میشن به استناد این ماده، ماده 39. خب تطبیق بعدی، کدام دسته از ماموران ذیل ضابط محسوب نمیشن؟ خب وزارت اطلاعات ماموران ضابط، نیروی مقاومت بسیج حسب شرایطی، ماموران اداره آگاهی که اصلا اینا ضابط عامن. پس میمونه گزینه 2. خب تطبیق بعدی رو بگیم. تطبیق که سوال 8، سوال بعدی سوال 84. در شکواییه، در تفهیم اتهام و در کیفر خواست، که میدونی اینا 3 تا چیز متفاوت، به ترتیب کدام یک از موارد ذیل باید قید بشه یا قید میشه؟ دقت داشته باشید که در شکوایی کافیه که من به ذهن دیده موضوع شکایتم رو بگم. مثلا بگم آقا مال منو بردن، حالا در همین حد. لازم نیست بگم مثلا سرقت شده یا مثلا بگم چه اتفاق دیگه ای افتاده، فقط همین کافی بگم آقا مال منو بردن، من یه نفر مالمو برد. توضیحاتش هم میگم، یعنی موضوعش رو میگم. عنوان نیاز نیست بگم، من که من آدم عادی که نمیتونم عنوانو تشخیص بدم. پس کافیه که موضوع رو بگم. در واقع موضوعی رو هم که میگم موضوع شکایتمه، یعنی شکایتمو شرح میدم. اما در تفهیم اتهام، دوستان عزیز، در تفهیم اتهام مقام قضایی، حتی ضابطان دادگستری که میدونید تفهیم اتهام میکنن، لازم هستش که موضوع اتهام و ادلهش رو تفهیم کنن. در واقع در تفهیم اتهام موضوع اتهام و ادله اون تفهیم میشه. اما در کیفرخواست لازم هستش که اشاره و تصریح به نوع اتهام بشه، یعنی در کیفرخواست دادستان نوع اتهام و عنوان اون رو صریحا ذکر میکنه. میدونی چرا؟ چون بر اساس همین کیفرخواست هستش که صلاحیت دادگاه مشخص میشه. پس لازمه نوع اتهام و حتی اسم اتهام در کیفرخواست بیاد. خب با این توضیحات عرض کردم گزینه 4 درسته. تطبیق بدیم. سال 157 کارگاه، این همون کارگاه حل تستیه که من خودم یادم میاد که سال 1400 سال قبلم بودم در خدمتون کارگاه نکته و تست. اینو دقت بفرما، میگه درج کدام یک از موارد ذیل در شکوایی الزامیه؟ دوستان عزیز گزینه 4 موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم، اینها الزامیه دیگه، الباقیش الزامی نیست. گزینه 4 پاسخنامش هم هست، میگه از بین تمام موارد بالا فقط موضوع شکایت، تاریخ و محل باید الزاماً باید در شکوایی بیاد. اینا الزاماً باید بیاد. سایر موارد اختیاری و در صورت وجود امکان است. اینجا رو دقت کن، پاسخنامه میگه در خصوص عنوان اتهام باید گفت تشخیص عنوان اتهام بر عهده مقام قضایی، نه شاکی. فلذا الزامی وجود نداره که شاکی عنوان اتهام رو درج کنه، کافی موضوع شکایت رو بگه. جالب بود این پاسخنامه که در کارگاه مورد اشاره قرار گرفت، خیلی میتونست مؤثر و مفید باشه. تطبیق با صفحه 51 کتاب درسنامه، ماده 68 رو بررسی کرده، شاکی میتونه شکایت بکنه، در شکوایی موارد ذیل قید میشه، از جمله موضوع شکایت. خب سال 224 226 درج کدام یک از موارد زیر در شکوایی الزامی نیست؟ آقا موضوع شکایت الزامیه، تاریخ وقوع و محل وقوع الزامیه، اون چیزی که الزامی نیست مشخصات و نشانی مشتکاً. شما میتونی شکایت بکنی و در عین حال اسم کس رو هم نیاری. مثلا میتونی بگی آقا من نمیدونم کاری که، فقط شکایت دارم. دیگه اون کار مقام قضایی هست که تحقیق کنه و تلاش کنه در جهت کشف هویت اون مرتکب. پس گزینه 2 هستش با توضیحاتی که
وجود داره. ببین میگه در شکواییه موضوع شکایت میاد. کدام یک از موارد ذیل ضرورتی نداره که حتما در شکواییه بیاد؟ نشانی ایمیل شاکی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان، مشخصات و نشانی مشتکان، هر سه مورد. هر سه مورد. گزینه 4. سوال 110 آزمون شماره 1. آزمون 1 منظور آزمون آزمایشی شماره 1. در نوشتن شکوایی کدام یک از موارد الزامیه؟ خب تاریخ وجود، اما الباقیش الزامی نیست. اگه درج کنه بهتره، در حد امکان. گزینه 1، به استناد ماده 68. همه اینها اصلا سوال از ماده 68 بود. میرسیم به سوال 85. میگه قرار بایگانی پرونده موضوع ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری با کدام یک از شرایط زیر صادر میشه. دوستان عزیز دقت داشته باشید که قرار بایگانی پرونده در جرایم تعزیری درجات 7 و 8 در صورت گذشت شاکی یا فقدان شاکی، گذشت شاکی یا فقدان شاکی، حالا میشه قرار بایگانی پرونده رو صادر کرد. فقط درجات 7 و 8، اونم در صورت گذشت یا فقدان شاکی. صرف جبران ضرر و زیان کافی نیست. بله، در صورت صرف جبران ضرر و زیان ما شاید بتونیم تعلیق تعقیب بدیم به استناد ماده 81، اما قرار بایگانی مستلزم گذشت شاکی یا فقدان شاکی هست. صرف جبران ضرر و زیان کافی نیست. درجات 7 و 8. دقت داشته باشید که صدور قرار بایگانی پرونده مستلزم احراز مجرمیت نیست. در واقع دوستان عزیز مقام قضایی در همون ابتدای رسیدگی خودش، یعنی همون دادگاه در درجات 7 و 8 که پرونده مستقیم میاد پیشش، میتونه ولو بدون احراز مجرمیت همون ابتدای کار قرار بایگانی صادر کنه. دقت کن، اگه مجرمیت محرز شده باشد در این شرایط دادگاه نه از ماده 80 آیین دادرسی کیفری بلکه از ماده 39 مجازات میتونه استفاده کنه. یعنی اگر مجرمیت محرز شده باشد دادگاه دیگه میتونه از حکم معافیت از کیفر موضوع ماده 39 مجازات استفاده کنه و حکم معافیت از کیفر رو صادر کنه. پس در واقع قرار بایگانی مستلزم احراز مجرمیت نیست. نیست، برخلاف حکم معافیت از کیفر. با این توضیحات این سوال گزینه 2 درسته. در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صورت گذشت شاکی بعد از تفهیم اتهام، حالا گذشت شاکی یا فقدان شاکی، فقدان شاکی رو گزینه نگفته بود، ولی به هر حال گزینه 2 مکفی هست، کافی هست برای صحیح دانستن. سایر گزینه ها درست نیستن. مثلا الان ببین گزینه 4 میگه بعد از احراز مجرمیت، نه همچین چیزی نیاز نیست. یا مثلا گزینه 3 میگه یا جبران خسارت، نه این غلطه. گزینه 1 هم اصلا، گزینه 1 میگه درجه 6 تا 8 این کلا غلطه، جبران خسارت این غلطه. پس گزینه 2. حالا سال 65 میخوام تطبیق بدیم. کدام یک از قرارهای زیر در جرایم قابل گذشت قابل صدور نیست، که در واقع میشه همین قرار بایگانی. قضیهش میدونی چیه؟ قرار بایگانی مستلزم گذشت یا مستلزم فقدان شاکیه. دقت داشته باشید بنیادهایی که این مدلی هستند منصرف به جرایم غیر قابل گذشتن. دلیلش اینه که اگه جرم قابل گذشت باشه و شاکی گذشت کنه موقوفی صادر میشه فقط، یا اگه یه جرمی قابل گذشت باشه و اصلا شاکی وجود نداشته باشه هیچ وقت تعقیب نمیشه، هیچ وقت تعقیب نمیشه. فلذا نهادی مثل قرار بایگانی که اعمالشون مستلزم گذشت شاکی یا فقدان شاکیه، اینها منصرف به جرایم غیر قابل گذشتن. یعنی یه جرم غیر قابل گذشت درجه 7 یا 8، حالا گذشت تحصیل شده
یا اصلا ممکنه که شاکی خاصی وجود نداشته، فقط دادستان تعقیب کرده. خب آقا در این شرایط به دلیل حساسیت کم پرونده میشه از قرار بایگانی استفاده کرد، جرم غیر قابل گذشت. خب که میشد قرار بایگانی. حالا توضیحاتش رو دقت بفرما. میگه شرط اولیه بایگانی پرونده اینه که شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشه و الی آخر و الی آخر. این پاسخنامه، این تطبیق 100% داره. وجه افتراق قرار بایگانی پرونده و حکم معافیت از کیفر قضیهش چیه؟ من نمیخوام تحلیلش کنم. دقت داشته باشید که قرار بایگانی پرونده قابل تجدید نظره ولی حکم معافیت از کیفر قطعیه. خب که در واقع میشه گزینه 3، میگه اولی برخلاف دومی قابل تجدید نظره. اما سایر گزینه ها از جمله گزینه 1 که مثلا بخوایم تحلیلش کنیم ارتباط کامل داره به اون سوال که من نمیپردازم بهش، فقط میخواستم تطبیق رو خدمت شما ارائه بدم. در خصوص قرار بایگانی کدام گزینه صحیحه؟ میگه منوط به فقدان شاکی یا گذشته او، این درسته. مربوط به تعزیرات 6 تا 8 این غلطه. این قرار توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوی این غلطه، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانه. پس گزینه 1 درست بوده. گزینه 1 درست بوده در این سوال. گزینه 1 منطبق با صفحه 55 کتاب، میگه بایگانی پرونده در درجات 7 و 8 شاکی نداشته یا گذشت کرده باشه، جرم غیر قابل گذشت باشه که گفتم چرا. مرجع اعتراض به این قرار هم دادگاه تجدید نظر استانه، ظرف 10 روز. خب تطبیق رو بگیم ادامه. سوالات 261 و الی آخر. در چه جرایمی مقام قضایی میتونه به منظور خودداری از تعقیب متهم قرار بایگانی صادر کنه؟ میشه درجات 7 و 8 حسب شرایط. گزینه 2 درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرد و الی آخر. این تطبیق خیلی برای ما مهمه که در پاسخنامه هایی که به دانشجو میدیم در اون پاسخنامه دانشجوی ما مطالب مهم رو جلوی خودش ببینه. این پاسخنامه خیلی در آزمون‌ها برای ما مهمه. پاسخنامه‌های آزمون‌های آزمایشی باید مفصل باشه با این هدف. حالا نه فقط آزمون‌های آزمایشی، کارگاه‌ها، کتاب‌ها باید مفصل و تشریحی باشه برای اینکه خب دانشجو اینو بخونه و یاد بگیره. قرار بایگانی پرونده تحت چه شرایطی صادر میشه؟ گزینه 3 یه جرم تعزیر درجه 7 و 8 شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشه و الی آخر. گزینه 3 یعنی همین تست رو هم اگر میزدید، فقط حل تست هم اگر انجام میدادید، میتونستید در اون آزمون پاسخ صحیح رو پیدا کنید. سوال 52 صدور قرار بایگانی پرونده براش همه شرایط زیر الزامیه به جز آقا درجه 7 و 8 باشه، سابقه مؤثر نداشته باشه، تفهیم تام. بله اما خدمت بگم که گزینه 4 میگه اخذ التزام. اخذ التزام دوستان عزیز اختیاریه، الزامی نیست. این اختیاریه، الزامی نیست، این اختیاریه. فلذا گزینه 4 گزینه مد نظر بود. سال 89 آزمون، یه آزمون جامعی، آزمون آزمایشی بود به نام آزمون جامعه مرکز وکلا که مؤسسه برگزار کرد. میگه کدام گزینه صحیحه؟ که مثلا در خصوص بایگانی پرونده صحبت شده و بررسی کرده. که خب وقتی که این سوال برای دانشجوی ما مطرح شد، خب سر نخ اون سوال به دستش میرسید. ببین این که ما در مورد بایگانی پرونده 10 بار حرف زدیم با دانشجومون در کلاس، در آزمون، در آزمون آزمایشی، در کارگاه نکته تست، هدف از این سوالات همینه. خب من از تحلیل این سوال میگذرم. سوال 86 اگر در اجرای نیابت قضایی قرار تأمین منتهی به بازداشت بشه کدام مورد صحیحه؟ بچه‌ها وقتی بازپرس یک شهرستان نیابت میده به بازپرس یک شهرستان دیگه،
و اون مرجع مجری نیابت، یعنی اون بازپرس مجری نیابت، حالا یه تأمین کیفری میخواد بگیره و این تأمین کیفری منجر به بازداشت بشه، شما میدونی لازم هستش که این وضعیت به تایید دادستان برسه، یعنی دادستان با بازداشت موافقت کنه و الا نمیشه بازداشتش کرد. حالا نزد کدوم دادستان ارسال میشه؟ نزد دادستان محل اجرای نیابت در واقع باید مطرح بشه، یعنی دادستان مجری نیابت هستش که عملا نظر میده. پس گزینه یک، حالا تطبیق بدیم. هرگاه در اجرای نیابت قرار تأمین منتهی به بازداشت بشه، پرونده جهت اظهار نظر نزد کی ارسال میشه؟ نزد دادستان محل اجرای نیابت. این سوال 419 کتاب تست بوده، تطبیق 100%، شباهت 100%، یعنی دیگه همین اصلا سوال همین بوده، کپی پیست فقط شده تو آزمون. در صورت اعطای نیابت قضایی از سوی بازپرس تهران به بازپرس مشهد، اگر قرار تأمین صادره وی منتهی به بازداشت متهم بشه، برای اظهار نظر نزد دادستان مشهد ارسال میشه که میشه مجری نیابت. گزینه دو، سوال 267، هرگاه در اجرای نیابت قرار تأمین منتهی به بازداشت بشه، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرا. جالبه این سوال حتی گزینه ما هم گزینه یک بوده، گزینه مرکز وکلا هم همین گزینه بود، یک بود. سوال 87، سوال 87 آزمون اصلی، الف در اصفهان مرتکب جرم کلاهبرداری درجه 4 و در شیراز مرتکب فروش مواد مخدر درجه 5 میشه. انجام تحقیقات از یک سو و رسیدگی از سوی دیگر به ترتیب میره کجا؟ یعنی در واقع شما دادسراشو باید جدا کنی، دادگاهش هم باید جدا کنی، هر کدوم رو جداگانه باید پاسخ بدیم. موضوع اینه که کلاهبرداری باید بره دادگاه کیفری 2. مواد مخدر میره دادگاه انقلاب. حالا دادگاه انقلاب چون مواد مخدر درجه 5 بوده، میشه انقلاب وحدت قاضی. دقت کن، اگه مواد مخدر مثلا درجه 1 بود، 2 بود، 3 بود، میشد تعدد قضات، اما درجه 5 نه، میشه وحدت قاضی. حالا شما باید بدونی که در این حالت دادگاه یک کیفری 2 داریم و یک انقلاب داریم و میدونی باید جداگانه محاکمه بشه، کیفری 2 جدا، انقلاب وحدت قاضی هم جدا. خب میمونه بحث دادسراش. دادسراش چی میشه؟ آقا دادسراش دادسرای محل وقوع جرم. محل وقوع جرم ماده 26، به استناد ماده 26 قانون دادرسی کیفری انجام وظایف دادسرا، آقا با همون دادسرایی که در معیت دادگاه صالحه و علل قاعده محل وقوع جرم است. پس در واقع شما الان یک کلاهبرداری میبینی در اصفهان، خب دادسراش هم طبیعتاً میشه دادسرای اصفهان. یه مواد مخدر میبینی تو شیراز، خب اونم طبیعتاً میشه دادسرای عمومی انقلاب شیراز. پس در این سوال گزینه 3، تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری در اصفهان انجام میشه، محل وقوع جرم، فروش مواد مخدر دادسرای عمومی انقلاب شیراز، اینم محل وقوع جرم، کلاهبرداری رسیدگیش میره کیفری 2 اصفهان، فروش مواد مخدر هم میره دادگاه انقلاب شیراز همون محل وقوع جرم با وحدت قاضی. چرا وحدت قاضی؟ چون درجه 5، چون درجه 5 میشه وحدت قاضی. سوال جالبی بود، یک کم همچین جوندارتر از بقیه سوالات بود. تطبیق بدیم، انجام وظایف دادسرا بر عهده کدام دادسراست؟ دوستان عزیز، ماده 26 صراحتش اینه، میگه اصولا دادسرایی که در معیت دادگاه صالح هست، یعنی اون دادگاهی که صلاحیت محاکمه داره، دادسرا به تبع اون تکلیفش مشخص میشه.
چه گرچه معمولا محل وقوع جرمه، ولی شما نباید گزینه یک رو بزنید. درست صحیح گزینه چهار است. میگه آقا اصولا دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکنه، این نص قانونه. حالا یه وقتایی محل وقوع جرمه، یه وقتایی ممکنه که محل اقامت متهم باشه، یه موقعهایی ممکنه محل کشف جرم باشه. این توضیحات خاص خودش رو داره، من ورود نمی کنم. انشاءالله تو کلاس اینها مورد به مورد تدریس میشه. یک مقام قضایی مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانونی حبس درجه 5 در شیراز شده. میدونی مقام قضایی شخص 307 که باید در تهران محاکمه بشه، محاکمش میره تهران. انجام وظایف دادسرا و دفاع از آن بر عهده کیه؟ دوستان عزیز دقت داشته باشید که به استناد ماده 26 انجام وظایف دادسرا بر عهده همان دادسرایی است که در معیت حالا دادگاه صالح در واقع ایفای وظیفه میکنه. شما الان به من بگو الان دادگاه صالح برای مقام قضایی با توجه به اینکه 307 این میره دادگاه های تهران حسب مورد، وقتی میره دادگاه های تهران دادسراش هم به تبع یا به تبع میشه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علل قاعده میشه گزینه 2 مستند به ماده 26. وقتی که یه قاضی برای محاکمه میبریش تهران در دادگاه های تهران محاکمش میکنی، انجام وظایف دادسرا هم به استناد ماده 26 بر عهده همان دادسرای تهران است، یعنی همان دادسرایی که در معیت آن دادگاه صالح باشد. دادگاهش رفت تهران، دادسراش هم میره تهران. این قاعده است. اما یه استثناء داره، حواست باشه. ممکن بود این مقام قضایی ما جرمی که انجام داده باشه از موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشه. مثلا فرض بکن قتل عمد انجام داده باشه. مثلا ما این مقام قضایی رو برای محاکمه یعنی برای دادگاه میفرستیمش تهران که دادگاه کیفری 1 تهرانه. دادگاه کیفری 1 تهرانه. اما انجام وظایف دادسرا در این مثال به استناد ماده 401 قانون دادرسی کیفری بر عهده دادسرای محل وقوع جرمه. مثلا اگه اون قاضی قتل رو در شیراز انجام داده باشه، وظایف دادسرا با دادسرای شیرازه. این در واقع ارتباط ماده 26 با 401. خب من 22 رو گفتم، سال 23. استاندار یکی از استانها که میدونی اینم 37 با مشارکت شهردار مرتکب اختلاس با تشکیل شبکه چند نفری شده، که میدونی تشکیل شبکه چند نفری این مدلی اگه باشه خدمتتون بگم که با مجازات 15 سال تا ابده و درجه 1 محسوب میشه. در این فرض انجام وظایف دادسرا، انجام وظایف دادسرا بر عهده کدوم در واقع دادسراست؟ این همونی بود که گفتم. یه استانداری جرمی انجام میده، مثلا فرض کن تو شیراز، اینو طبیعتاً واسه محاکمه میبرن تهران. اوکی، برای دادگاه میبرن تهران. خب موضوع اینه که جرمش 302 ایه، یعنی جرمش در حد دادگاه کیفری 1 درجه 1. تشکیل شبکه اگه باشه در این قالب درجه 1، یعنی باید بره کیفری 1 تهران. در این شرایط دادگاهش دادگاه کیفری 1 تهرانه، اما انجام وظایف دادسراش به استناد ماده 401 قانون دادرسی کیفری بر عهده دادسرای محل وقوع جرمه. گزینه 2.
علی در شهر شیراز مرتکب قتل عمد، در قم مرتکب کلاهبرداری دلیل 4، در شهر یزد مرتکب توانی اجتماع علیه جمهوری اسلامی با مجازات حبس شده. در خصوص اولویت ها صحبت کنیم. ببینید من این سوال رو وقت نمیتونم بذارم، چون ما وقتمون الان محدوده، من فقط یک ساعت میخوام در خدمتتون باشم. حرف اینه که این سوال که نمیدونم حالا مربوط به آزمون و آزمایشی بود یا مربوط به حالا کتاب بود نمیدونم، این سوال شباهت و ارتباط کامل داره با اون سوال اصلی. هدف ما اینه که این تطبیق ها رو ببینید. خب از تحلیل این سوال میگذرم. در این سوال گزینه یک گزینه درسته. ما این سوال رو در کارگاهامون حل میکنیم که دانشجوهامون مسلط بشن، مخصوصا این موارد که بسیار فنی و مهم محسوب میشن. همچنین بقیه تطبیقا هم هستش که حالا ما 797 رو بگیم. در کدام یک از مراجع زیر سیستم وحدت قاضی برقرار نیست؟ دوستان عزیز، گزینه 4 دادگاه انقلاب برای موارد سالب حیات و حبس ابد تعدد قضات داره. رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؟ که خب اینم موثره. در واقع ما در این سوال صلاحیت دادگاه انقلاب رو بررسی کردیم که مثلا دانشجوی ما در این سوال میتونه متوجه بشه که آقا مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب، چون سوال اومده بود در آزمون اصلی که آقا مواد مخدر در اصل کدوم دادگاه؟ انقلاب. اگر الف مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر که مجازاتش اعدام بشه، مرجع محاکمش کجاست؟ دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قضات، نه وحدت. وحدت نه، تعدد قضات. سال 539، خسرو مرتکب حمل هروئین به میزان 1 کیلو شده که مجازاتش اعدام، این میره کدوم دادگاه؟ میره دادگاه انقلاب. انقلاب تعدد قضات. شخصی به اتهام جعل سند در کرج تحت تعقیب است. الی آخر میگم، من نمیتونم وقت بذارم، فقط میخوام مشابهت رو ببینیم. سوال 117 آزمون شماره 4 ما بوده. ببین دانشجویی که این نحو سوالات رو حل کنه و پاسخنامش رو هم بخونه، قطعا میتونه از عهده اون سوال آزمون مرکز وکلا بر بیاد بدون شک. من تحلیل نمیکنم این سوال. میرسیم به سوال 88. در کدام یک از جرایم زیر بازپرس میتواند بدون احضاری فرستادن دستور جلب رو بده؟ دوستان عزیز، دستور جلب در دادسرا بازپرس میتونه در موارد سالب حیات، قطع عضو و حبس ابد دستور جلب بدون احضار اولیه رو بده. البته موارد دیگه ای هم هست. در جرایم سازمان یافته هم میتونه، در جرایم ضد امنیتی هم میتونه، در تعزیرات درجات 1, 2, 3, 4, 5 حسب شرایطی این امکان وجود داره برای بازپرس. خب گزینه درست گزینه 2 بود. سوال 152 کارگاه، در کدام مورد امکان جلب بدون ارسال احضاریه توسط دادسرا وجود ندارد؟ خب این سوالی هستش که کاملا شباهت، ما شاهد شباهت هستیم. ببین خیلی مهمه، این همه مبحث و سرفصل در آیین دادرسی کیفری هست. ما میخوایم 100 تا سوال تو کارگاه حل تستمون حل کنیم. 100 تا سوال، یعنی فقط ما 100 تا موضوع رو میتونیم انتخاب کنیم. تازه 100 تا موضوع که چرس کنم، ما یه موضوع شاید بخوایم 20 تا سوال بدیم. پس مجموعا ما از نظر انتخاب موضوعات برای طرح سوال محدود هستیم. باید بعضی ها رو انتخاب کنیم، الاهم و فالاهم کنیم. وقتی میایم در این چهارچوب و با این محدودیت انتخاب میکنیم که در خصوص جلب بدون احضار در دادسرا یه سوال مطرح کنیم و همون هم در آزمون، در اون آزمون اصلی مطرح بشه، خب این میشه ارزش کار، این میشه رسالت ما بدون شک. خیلی هم خوبه، خیلی هم باعث افتخار و خوشحالیه. خب صفحه 72 کتاب درسنامه، موارد جلب بدوی بدون احضار.
در جرمی که مجرم سلب حیات قطع عضو حبس ابد و الی آخر. ببین کتاب، کتاب سبز. سوال 502، جلب متهم بدون ارسال احضاریه چی میشه؟ گزینه 4 درسته با توضیحاتی که دادم. کدام یک از گزینه ها در خصوص مصادیق امکان جلب بدون ارسال صحیح نیست؟ خب ببین تاپیک رو ببین، موضوع رو ببین، سرفصل و سر نخ رو ببین، شباهت کامل داره. من تحلیل نمی کنم. جلب بدون احضار تحلیل نمی کنم دیگه. سال 335 کتاب تست در کدام مورد بازپرس میتونه جلب بدون احضار بده؟ دیگه تحلیل نمی کنم. میرسیم به سوال 89. رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ دوستان عزیز، اتلاف اموال گزینه 3 در واقع، اینها در صلاحیت دادگاه انقلاب. دقت داشته باشید، اقوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت یه جرم ضد امنیتیه و شما میدونید جرم‌های ضد امنیتی در صلاحیت دادگاه انقلاب هست. اما مثلا گزینه 4 میگه توهین به مقدسات، این غلطه. گزینه 1 میگه نگهداری مشروبات، نه این غلطه. گزینه 2 میگه فروش سلاح غیر مجاز، این غلطه. قاچاق سلاح آره، ولی فروش سلاح نه، حمل سلاح نه، در صلاحیت انقلاب نیست. شد گزینه 3. حالا تطبیق. سال 131 میگه موارد ذیل به ترتیب در صلاحیت کدام دادگاهه؟ مثلا خرید و فروش سلاح. آقا خرید و فروش سلاح گزینه 1 درست بوده، میگه در صلاحیت دادگاه عمومیه، یعنی در صلاحیت انقلاب نیست. خب این سوال و تستی هستش که حل کردنش موجب میشد که دانشجوی ما متوجه بشه که چی به چیه. خب قطعا برای حل اون سوال کمک شایانی بهش میشه با حل این تست در کارگاه جمع‌بندی و حل تستی که در خدمت دانشجوها بودیم ما. دیگه من بقیهش رو تحلیل نمی کنم. کدام یک از جرایم زیر در صلاحیت انقلاب نیست که در واقع میشد خرید و فروش سلاح؟ صفحه 131. صلاحیت دادگاه انقلاب عبارت است از اینها. سوال 827. رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر از صلاحیت انقلاب خارج است؟ من تحلیل نمی کنم، فقط سر نخ بهتون میدم. این سوالات برای دانشجوی ما حالا یا کارگاه یا کتاب یا حالا چیزای شبیه این حل و ارائه شده است. سوال 829. تحلیل نمی کنم. 836. خودتو ببینید، شباهت رو ببینید. سال 627. خودتون ببینید. شباهت کامل. سال 120 آزمون شماره 1، خودتون ببینید، تحلیل نمی کنم. میرسیم به سوال 90. کدام یک از قرارهای زیر صادره از دادسرا ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح؟ ظرف 10 روز. دوستان عزیز، گزینه صحیح گزینه 4ه که میگه اناته به تقاضای شاکی، قرار تعلیق تعقیب و تامین خواسته به تقاضای متهم. ببین رد درخواست این ظرف 3 روز قابل اعتراض. بله. گزینه 3 میگه ترک تعقیب. اصلا ترک تعقیب غیر قابل اعتراضه. گزینه 2 رو ببین، میگه قرار توقف تحقیقات به تقاضای متهم، نه به تقاضای شاکی قابل اعتراضه، نه به تقاضای متهم. ماده 104 آیین دادی کیفری. خب حالا ببین دیگه سوالات رو من فقط تیتروار بهت میگم. قرار اناته قابل اعتراض هست یا نیست؟ این سوال کارگاه بود، تحلیل نمی کنم.
کدام یک از قرارهای زیر قابل اعتراض نیست؟ دیگه تحلیل نمی‌کنم. صفحه 57 کتاب درسنامه که در مورد قرار تعلیق ترغیب صحبت میکنه و جلوتر هم در مورد قابلیت اعتراضش صحبت میکنه، میگه این قرار قابل اعتراض. صفحه 117 و 118 تمام آرا و تصمیمات قابل اعتراض رو داری میبینی به چه شکل در کتاب ارائه داده، مورد به مورد. قرار رد درخواست رو میگه آقا ظرف 3 روز قابل اعتراضه و الی آخر. و به همین شکل شاکی حق درخواست اعتراض نسبت به کدام مورد رو دارد ندارد مشخصه. قرارهایی که متهم میتونه اعتراض کنه کدوما هست مفصل. قرارهایی که شاکی میتونه اعتراض کنه کدوما هست اینم مفصل. چنانچه بازپرس برای تأمین ضرر و زیان قرار تأمین خواسته صادر کنه، این چی میشه؟ ظرف در روز قابل اعتراض. کدام قرار غیر قابل اعتراضه؟ قرار ترک تعقیب. ببین دانشجوی ما میدونست که قرار ترک تعقیب غیر قابل اعتراضه. چرا؟ چون ترک تعقیب خود شاکی تقاضا میده، دیگه طبیعتاً اعتراضی نباید در کار باشه، متهمم که از خودشه، پس قابل اعتراض نیست. کدومش قابل اعتراض نیست؟ جلب به دادرسی هم قابل اعتراض نیست. اینم نوش جونتون یاد بگیرید. ما اینا رو فقط تو کلاسامون میگیم، ولی خب در این کلاس همگانی همه استفاده کنیم، مفیده این نکات. کدام مورد قابل اعتراض توسط شاکی نیست؟ تأمین خواسته. آقا تأمین خواسته از جانب متهم قابل اعتراضه، نه از جانب شاکی. پس میشد گزینه 3. کدام دسته از قرارهای زیر همگی قطعی و غیر قابل اعتراض هستند؟ ببین من دیگه همینجور تیتروار اشاره میکنم، این رو هم ببینید و همچنین میرسیم به سوال 91. دادسراهای تخصصی به ترتیب به تشخیص کدام مقام و زیر نظر کدام دادسرا؟ خب گزینه 2 سوال راحتی بود، رئیس قوه قضاییه و دادسرای شهرستان. خب منطبق با صفحه 29 کتاب درسنامه که اشاره کامل به این نکته شده، سوال 142 این همون سوال 142 کتاب تست کپی اون سوال. سوال 119 آزمون شماره 1 آزمون آزمایشی کپی پیست همون سوال. میرسیم به سوال 92. رئیس یکی از شعب بانک ملی شهرستان جیرفت در استان کرمان با همکاری 3 تن از همکاران و کارمندان شعبه مزبور اقدام به تشکیل شبکه چند نفری میکنه، که من به شما گفتم تشکیل شبکه که انجام بده 15 سال زندان داره تا ابد، که در واقع درجه 1. با فرض اینکه در شهرستان جیرفت دادگاه کیفری 1 تشکیل شده باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام یک از دادگاه هاست؟ آقا درجه 1، چون درجه 1 میره دادگاه کیفری 1. حالا دادگاه کیفری 1 کرمان یا دادگاه کیفری 1 جیرفت؟ دادگاه کیفری 1 جیرفت، محل وقوع جرم، محل وقوع جرم. شما باید بدونی که رئیس شعبه از اشخاص 308 نیست، رئیس یه شعبه است. رئیس یه شعبه از اشخاص 308 نیست که ببرنش مرکز استان، رئیس یه شعبه است. پس این در واقع همون محل وقوع جرمش که میشه جیرفت. اما چرا کیفری 1 جیرفت؟ به دلیل اینکه تشکیل شبکه‌ای بوده. چون شبکه‌ای بوده برای اون تشکیل دهنده یا برای اون رهبر مجازات 15 سال تا ابد در نظر گرفته شده.
که درجه یک است و در نتیجه باید بره دادگاه کیفری یک، اونم جیرفت. حالا تطبیق رو دقت کن، این تطبیق خیلی قشنگ بود. کارگاه حل تست میگه استاندار یکی از استانها با مشارکت شهردار مرتکب اختلاس با تشکیل شبکه مجازات 15 سال تا ابد، که تا ابد که درجه یکه. بعد میگه صدور کیفرخواست و اجرای وظایف دادسرا. اینجا ما گفتیم وظایف دادسرا، اینجا ما گفتیم وظایف دادسرا که ما حل کردیم. این چون در واقع 302 هست، مشمول ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفریه، وظایف دادسرا رو دادسرای محل وقوع جرم انجام میده. خب این تطبیق خیلی خوبی بود. سال 815 در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک سوال شده. به کدام یک از جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشم؟ خب این جلو شما هست. درجه 4 و بالاتر نه، درجه 3 و بالاتر. سینه 4. سوال 93. در مرحله تحقیقات مقدماتی یک کاما باید اینجا باشه. حالا من نمیدونم تو اون آزمون مرکز وکلا کاما بود یا نبود. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی متهم به تحقیق. آقا باور کن کاما نداشت. هرچی فکر میکنم یادم میاد کاما نداشت. خب بابا کاما بذار حداقل ببینیم. درست آقا، مگه شما نمیگی تحقیقات مقدماتی کاما، حالا دادگاه انقلاب با وحدت قاضی کاما، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی. وقتی که کاما نمیذاره، خب من دانشجو بیچاره، خب چه گناهی کرد؟ چجور تشخیص بده که شما چی مد نظرت؟ خب آقا تحقیقات مقدماتی یه وکیل میتونی داشته باشی، دادگاه انقلاب وحدت قاضی نهایت دو تا وکیل میتونی داشته باشی، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی شما نهایتا سه تا وکیل میتونی داشته باشی. پس گزینه یک. حالا حق داشتن وکیل، ببین صفحه 50 کتاب اشاره به وکیل شده. صفحه 175 در جرایم صد کیفری یک، حتی اکثر سه وکیل، حتی اکثر دو وکیل، در تحقیقات یک وکیل. سوال 1038، تعداد وکیل معرفی شده در دادگاه کیفری یک چقدره؟ دیگه حل نمی کنم، فقط ببینید. بذار من قبلی رو بعد. خب در جرای موضوع صلاحیت کیفری یک کیفری دو به ترتیب چند تا وکیل دارید میبینید؟ در امور کیفری متهم چند تا وکیل میتونه داشته باشه؟ که خب مشخصه. در دادگاه انقلاب با تعدد قضات چند تا وکیل میتونه داشته باشه؟ حد اکثر سه وکیل. این نکته 10 بار بررسی شد. سال 89، بازپرس در خصوص متهم 16 ساله قرار وثیقه صادر میکنه. در صورت عجز از ایداع وثیقه کدام تصمیم اتخاذ میشه؟ خب آقا متهمی که باید وثیقه دهد اگر نتواند وثیقه دهد بازداشت میشه. این قاعده در خصوص نوجوان هم اعمال میشه. نوجوانی که باید وثیقه می آورده اگر نتونه وثیقه بیاره، نمیگیم بازداشت موقت، اما واسهش دستور نگهداری موقت در کانون صادر میشه که این نگهداری موقت در حکم بازداشت موقته. خب گزینه یک درسته، قرار نگهداری موقت صادر میشه. در واقع قرار که نمیتونیم بگیم قرار صادر میشه، همین هم خودش طراح سال اشتباه کرده. قرار صادر نمیشه. ببین این همون وثیقه است که ضمانت اجرای نیاوردنش بازداشت یا نگهداری موقته. پس نمیتونیم بگیم قرار نگهداری موقت صادر میشه. نه، ببین فرستادنش به کانون برای نگهداری موقت ضمانت اجرا بر آوردن وثیقه است. خب میبینیم متاسفانه طراح سوال دچار
اشتباه لفظی میشه. اهمیتی نمیدیم به این موضوع، تطبیق بدیم. در صورت عجز از معرفی کفیل و اینها قرار نگهداری موقت اینها صادر میشه. ولی میگم این درست نیست. در واقع بازداشت موقت یا نگهداری موقت بیان درستش اینه که بگیم آقا این نگهداری موقت ضمانت اجراست بر آوردن وثیقه. خب میگه قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار احکام قرار بازداشت موقت. در موارد اخذ کفیل و وثیقه تا زمان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه متهم جهت نگهداری موقت به کانون اصلاح و تربیت فرستاده میشه. بله، این تطبیق صفحه 96 کتاب. درباره اطفال و نوجوانان چه نوع قراری صادر میشه؟ قرار تامین توضیح داده شده. این در واقع تست هستش. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیحه؟ در مورد نگهداری موقت توضیحات کامل در واقع ما از دانشجوامون خواستیم که حل کنه. تطبیق رو داریم میبینیم. قرار وثیقه و کفالت نسبت به افراد 15 تا 18 سال میخوایم ببینیم چه وضعیتی داره. من تطبیق دیگه میگم اینها رو دیگه بررسی نمی کنم دیگه، اینها رو وقت نمیذاریم واسه این قسمت که بخوایم این سوالات رو تحلیل کنیم. هدف اینه که شما دانشجو این تطبیق ها و این شباهت های بین سوالات مؤسسه فاضل در حال تولیدات آموزشیش و اون آزمون اصلی رو، شباهتش رو ببینید، تطبیقش رو ببینید. سال 109 میگه علی نوجوان 16 ساله مرتکب جرم تعدی درجه 3 میشه، پاسپورت قرار وثیقه صادر میکنه ولی به دلیل عجز از تودی وثیقه منتهی به صدور قرار نگهداری موقت میشه، تکلیفش چیه؟ خب اینم شباهت کامل داره. میرسیم به سوال 95. بعد از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا، شاکی به قرار مسئول اعتراض و دادگاه کیفری 2 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار رو نقض میکنه و جلب به دادرسی میده. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ گزینه 4، پاسپورت متهم رو احضار میکنه، موضوع اتهام رو تفهیم میکنه، آخرین دفاع رو میگیره، تأمین متناسب هم عقد میکنه، پرونده رو میفرسته دادگاه. این صراحت قانونه. حالا میخوایم تطبیق بدیم. در صورت نقض قرار موقوفی صادر در جلسه مقدماتی کیفری 1 چه اتفاقی میافته؟ خب این تطبیق مشابهت داره. کدام گزینه صحیحه؟ ببین مثلا گزینه 2 این سوالو ببین، میگه در صورت نقض قرار منع تعقیب چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا قرار جلب به دادرسی دادگاه چه اتفاقی میاد بعدش؟ مثلا گزینه 4 در مورد قرار جلب به دادرسی دادگاه کیفری 1 چه اتفاقی میفته؟ اینا یعنی آقا این مبحث واسه دانشجو تدریس و ارائه شده. در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی چه اتفاقی میفته؟ ببین چند بار تکرار شد. هرگاه دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب رو بپذیره چه اتفاقی میفته؟ گزینه 3. گزینه 3 رو ببین. بخون. با صدور قرار جلب دادرسی، پاسپورت مکلف متهم و احضار موضوع رو تفهیم کنه، با عقد آخرین دفاع پرونده رو به دادگاه ارسال بکنه و در این فرض نیازی به صدور کیفرخواست نیست مگر در خصوص دادگاه کیفری 1. در خصوص کیفری 1 مجبور هستن یک کیفرخواست هم صادر کنن، چون دادگاه کیفری 1 بدون کیفرخواست رسیدگی نمی کنه. انقلاب تعدد قضات هم همینه. حالا گفتم که بدونید در صورت نقض قرار منع تعقیب چه اتفاقی میفته؟ در صورت نقض منع تعقیب چه اتفاقی؟ یعنی چند بار تکرار شد؟ به سوال 96 میرسیم. متهم در مرحله بازپرسی به جهت عدم تودیع وثیقه 3 ماه بازداشت بوده. با فرض اینکه حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای این جرم 3 سال باشه، دادگاه در صورت وجود علل موجهه برای بازداشت حد اکثر چه مدت میدونه؟ ببین اولا که این سوال جزء سوالات ابهامدار بود. ابهام هم ناشی از قانونه و ناشی از طراح سوال نبود. بهتر بود طراح سوال چیزی که مبهم و اختلافی هست و سوال نده. دوستان عزیز، مدت بازداشت موقت نهایتاً در موارد حالا
مواردی که حبس دارن معادل حد اقل در موارد سالب حیات نهایتاً 2 سال، در سایر موارد نهایتاً 1 سال. حالا قانون آیین دادرسی کیفری به شکلی هستش که یه عده این برداشت رو کردن که آقا سایر موارد حبس رو هم در بر میگیره، یعنی میگن آقا در موارد حبس یا معادل حد اقل مجازات حبس طرف بازداشت میمونه یا دیگه پره پرش دیگه پره پره پر 1 سال، که در واقع با یه تفسیر و یه تعبیریه. اینا اومدن همین تفسیر و همین تعبیر رو اعمال کردن، لزومن هم قابل دفاع نیست، اما این رو صحیح میدونن. حالا دوستان عزیز، اگر این فرد 3 ماه بوده و ما میگیم آقا اینو نهایت میتونیم معادل حداقل نگه داریم، حالا حداقلش 3 ساله، میگیم آقا چون که این حداقلش 3 ساله پس ما دیگه میایم از ملاک دوم استفاده میکنیم، یعنی پره پره پرش 1 سال، پس در واقع 3 ماه بوده 9 ماه دیگه میمونه. گفتن آقا 9 ماه گزینه 2، ولی فکر نکنید لزومن درسته. خب حد اکثر مدت بازداشت موقت در جرم بغی چقدره؟ این ما حل کردیم، سر نخ به دانشجومون دادیم. صفحه 94، حد اکثر مدت بازداشت موقت نباید از حد اقل تجاوز کنه، در موارد سالب حیات نهایت 2 سال، در سایر جرایم 1 سال. سال 650، الف متهم است به قتل عمد، بازپرس بازداشت موقت صادر میکنه، در این فرض قرار صادر چه اتفاقی واسش میفته؟ مثلا میگه در هر حال نباید از 2 سال تجاوز کنه. اگر حداقل مجازات جرم خیانت در امانت 6 ماه تا 3 سال باشه، که البته الان در حال حاضر 3 ماه تا 18 ماهه، الان قانون کاهش مجازاتش رو نصف کرده و بازپرس هر 1 ماه 1 بار قرار بازداشت رو ابقا بکنه، متهم تا قبل از تصمیم نهایی در دادسرا تا چه مدت نهایتا میتونه بازداشت بمونه؟ خب ما اگه 6 ماه رو فعلا به همین 6 ماه نگاه کنیم، حداقلش دیگه همون 6 ماه، پس بیشتر از 6 ماه نمیتونه باشه، یعنی معادل حداقل، معادل حداقل، حداقل هم می‌بینی 6 ماهه. حالا ممکنه، حالا به زعم این طراحان سوال، ممکنه که حداقل مجازات حبس بیشتر از اینا باشه، مثلا 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال باشه. در این صورت دیگه مجبوریم بیایم از ملاک دوم استفاده کنیم، یعنی بگیم پره پره پرش دیگه 1 سال. خب در صورت صدور قرار بازداشت موقت در جرم مستوجب سلب حیات چه اتفاقی میفته؟ خب سر نخ دارید میبینید، تطبیق رو دارید میبینید. حد اکثر مدت بازداشت موقت در هر در جرمی که دارای مجازات درجه 4 چه مدته؟ گزینه 4 میگه یا معادل 1 سال یا حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای اون جرمه، یکی از این دوتا، که این طراحان سوال منظورشون کوتاه‌ترین مورد ممکنه. این نظر طراح سواله، لزوماً میگم قابل پذیرفتن نیست. نصاب حد اکثر مدت بازداشت موقت چیه؟ که گزینه 1 شامل مجموع قرارهای صادره در توسط دادسرا و دادگاه هر دو میشه. سوال 97، جرمی با مجازات درجه 3 در دادگاه نظامی 1 مطرحه، دادگاه مذکور تخفیف میده، 2 درجه تخفیف میده، میشه درجه 5. خب این کجا قابل اعتراضه؟ بچه ها قابلیت اعتراض و مرجع آن بر اساس کیفر قانونیه، بر اساس کیفر قانونی است، یعنی بر اساس اون کیفر اولیه است. خب کیفر قانونی مگه درجه 3 نیست؟ آقا درجه 3 قابل فرجامه دیگه، نگاه نکن حالا تخفیف داده شد، شاید بخواد بیشتر تخفیف بده، شاید اصلا بخواد مجازاتش هم نکنه، مثلا شاید بخواد مثلا یه درجه 8 بده. حالا درجه 3 که میدونی درجه 3 بخوان تخفیف بدن نهایتا 3 درجه تقلیل میدن، مثلا ممکنه حتی بهش درجه 6 بدن،
مهم نیست چقدر تخفیف بدن، مهم اینه که مجازات قانونیش درجه 3 هست و این قابل فرجام در دیوان است. خب حالا تطبیق صفحه 183. برای تشخیص مرجع صالح برای اعتراض ملاک مجازات قانونی جرم است. معیار تجدید نظر در مورد جایگزین‌های زندان چیه؟ همان مجازات قانونی اولیه است. احکام دادگاه‌های کیفری به شرح مندرج در قانون چه تکلیفی دارند؟ قابل تجدید نظر یا فرجام حسب مورد؟ کدام یک از آرایزی قطعیه؟ که خب کاری به پاسخ نداریم. تطبیق رو ببینید. در کدام یک از محکومیت‌های زیر دیوان عالی کشور مرجع اعتراضه؟ مصادره کل اموال، چون میدونید درجه یک 302ه، این میره دیوان عالی کشور، اما سایر موارد ارتباطی به دیوان نداره، سایر موارد میرن دادگاه تجدید نظر. الف به اتهام افساد فرعز در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و به اتهام سرقت تعزیری به حبس تعزیری درجه 4 محکوم شده. مرجع تجدید نظرهای به ترتیب کدومه؟ خب اولی اعتراض میره دیوان عالی کشور، دومی اعتراض میره دادگاه تجدید نظر. جدا میشن، اعتراضام جداست. کما اینکه رسیدگی اولیه‌شون هم جدا بوده. دادگاه انقلاب در خصوص این جرم درجه 3 رأی صادر کرده. درجه 3 جالبه، سوالمون درجه 3 بوده. مرجع اعتراض دیوانه. درجه 3. کدام یک از احکام دادگاه انقلاب قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؟ در واقع میشه درجه 3 و بالاتر. کدام یک از آرایزی قابل فرجام در دیوان است؟ دارید میبینید. دادگاه نظامی یک به جرمی که حداکثر مجازات قانونی آن 5 سال حبس رسیدگی کرده حکم محکومیت صادر میکنه. 5 سال میدونید درجه 5 و این اعتراضش میره دادگاه تجدید نظر ولی نظامی، طبیعتا گزینه 2. ولی اگه گفته بود مثلا درجه 1 تا 3 دیگه اون موقع میگفتی میره دیوان واسه اعتراض. سوال 98 میرسه. اجرای حکم تبعید یا نفی بلد. به منظور اجرای حکم تبعید یا نفی بلد به کدام یک از طرق زیر در واقع عمل میشه؟ که خب به استناد بخشنامه، در واقع بخشنامه که چرخ کنم، آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب رئیس قوه قضاییه 98، سال 98. گزینه یک گزینه درستیه که خب جزء آیین نامه است. شما متوجه شدی آیین نامه اجرای احکام اولا در آزمون اسکودا به عنوان قوانین خاص من ندیدم معرفی شده باشه، تا پارسال که نبود، حالا من نمیدونم آیا امسال اومد یا نه. این یه موضوع. موضوع بعد این که این آیین نامه دیدید فقط یه سوال ازش اومد. پس من توصیه میکنم خیلی وقت نذارید روش در کل، حتی واسه آزمون مرکز وکلا. اسکودا که اصلا جز قوانین خاصش نبود، حداقل تا پارسال نبود. خب سوال 99. یکی از معاونان وزارت نفت، یعنی معاون وزیر، معاون وزیر میدونی 307 محسوب میشه و محاکمش میره تهران، چون درجه 4 میره کیفری 2 تهران. حالا میگه انجام تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست و رسیدگی به جرم. ببین رسیدگی به جرمش میره کیفری، عذر میخوام، این مواد مخدره. بله این مواد مخدره، مواد مخدر انقلابه. خب اینو من اصلاح کنم، مواد مخدر انقلابه، انقلاب تهران، انقلاب تهران، این مواد مخدر بدون شک، مواد مخدر میره انقلاب، اونم انقلاب تهران. چرا تهران؟ چون 307. حالا ما به شما میگیم رسیدگیش میره انقلاب تهران، اوکی. اما انجام وظایف دادسراش بر عهده کیه؟ دوستان عزیز، انجام وظایف دادسراش به استناد ماده 26 بر عهده همان دادسرایی است که در معیت آن دادگاه است.
یعنی وقتی محاکمشو میدیم تهران، دادسراش هم میدیم تهران. علل قاعده این شکلیه. علل قاعده این شکلیه. پس در واقع گزینه سه گزینه درسته. دادسراش میره تهران، دادستان تهران و دادگاه انقلاب تهران با وحدت قاضی. چرا وحدت قاضی؟ چون درجه چهاره. حالا در خصوص اتهام قتل عمد توسط نماینده مجلس که در اصفهان واقع شده کدام گزینه صحیحه؟ در واقع از ماده 401 سوال پرسیده شده. سوال آزمون از ماده 26 بود. ماده 26. این سوال از ماده 401 که میدونی این دوتا ماده مکمل همن، در واقع اصل و استثناء هستن. خب گزینه 4 بوده. رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس به ترتیب در کدوم دادگاه به عمل میاد؟ خب میدونی نماینده مجلس 307 میره تهران، بخشدار 308 میره مرکز استان محل وقوع جرم. اینا اگه با هم جرم انجام داده باشن، یعنی اگه با هم مشارکت داشته باشن، همشون میرن تهران. که خب اینجا حالا فرض ما جداگانه است. اون نماینده میره کیفری تهران، اون آقای بخشدار میره مرکز استان محل وقوع. سال 171 هم پیرو به همین موضوع میبینید. سال 177 هم پیرو به همین موضوع. صفحه 37 کتاب در مورد بررسی مواد 26 و 401 که مهمترین مبحث در آیین دادرسی کیفری همیشه ما وقتی میرسیم این بررسی و مقایسه دوتا ماده است. صفحه 146 هم همینطور. از جمله این قسمت رو میبینید در مورد 307 و 308 صحبت شده. سال 860 رو میبینید. سال 115 رو میبینید که در واقع میخواد ببینید 307 یا کیا هستن. و سوال 100، کدام یک از موارد زیر از موارد اعاده دادرسی نیست؟ ببین اصلا نگاشم کنی واضحه، یعنی سوال رو میشد با چشم همینجوری ظاهری جواب داد. آقا صرف ادعا از جهات اعاده دادرسی نیست. یه نفر بیاد ادعا کنه بگه آقا به نظر من اسناد جعلی بوده، نه، جعلیت وقتی از جهات اعاده دادرسی میتونه باشه که جعلیت اثبات شده باشه، اثبات و قطعی شده باشه، بعدش میتونیم اعاده دادرسی بذاریم، نه صرف ادعا. پس گزینه 4 گزینه درست بوده. و من تطبیق رو بگم، جهات اعاده دادرسی در صفحه 200 بررسی شد. کدام یک از جهات از این موارد از جهات اعاده دادرسی نیست؟ خب شبیه هستش. سال 1134، کدام یک از موارد زیر از موجبات اعاده دادرسی نیست؟ سال 1136 هم به همین شکل. خب ما تمام سوالات رو مورد بررسی قرار دادیم. در کل سوالات آزمون مرکز وکلا در درس آیین دادرسی کیفری سوالات نسبتاً راحتی بود. سه تا سوالش سوال جونداری بود. یکی از سوالاتش اختلافی و مبهم بود و لزوماً حتی دادگاه ها نمیپذیرن. و در کل سوالات خوبی بود. اشکالات نگارشی دارن. آقا 20 تا سوال میخوای طرح کنی، جون مادرت حداقل غلط املایی و انشایی و نگارشی نداشته باش. 50,000 تومان آقای اسکودا، آقای مرکز وکلا، 50,000 تومان بدید خیابون انقلاب براتون ویرایش کنه. خب خیلی خوشحال شدم، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدار.